خب امروز وبیناری داریم. در ارتباط با کرونا و معلولیت. بیمارانی که دچار معلولیت هستند و البته در دوران کرونا چه مشکلاتی میتونن داشته باشن. آقای دکتر موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم کارشناس محترم ما هستند، با هم صحبت میکنیم و خیلی ممنونیم که وقت گذاشتین و با ما همراه هستیم. هنوز آقای دکتر موسوی به جمع ما پیوستند. آقای دکتر موسوی چلک، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم. سلام آقای دکتر. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم آدابی و دوستان عزیز. متشکرم. در وبیناری که امروز ما در خدمت شما هستیم، قصد داریم که راجع به مشکلاتی که در ایام کرونا برای معلولان وجود داره، حالا معلولان جسمی حرکتی، معلولانی که مشکل شنوایی دارن و نابینایی صحبت کنیم. قطعا توی این چندین ماه اخیر زندگی آقای دکتر چلک برای همه ما سخت شده و یک سری الزامات اجتماعی برای همه ما وجود داره و متاسفانه قابل انکار نیست که بعضی از گروه ها مثل معلولان این مشکلات رو بیشتر حس میکنن یا خانه نشین تر شدن. در این زمینه میخوایم توضیحات شما رو بشنویم و بدونیم که واقعا با نبود زیرساخت های شهری و البته دسترسی ناپذیر بودن بعضی از امکانات در شهر و کلان شهرهای مثل تهران که تردد رو برای معلولان در زمان عادی هم مشکل کرده بود، در حال حاضر باید این معلولان چه کار کنن و شما چه راهکارهایی دارید و چه توصیه هایی؟ بفرمایید، خواهش میکنم. به نام خدایی که در این نزدیکی است، من مجدد سلام عرض میکنم و تبریک میگم روز جهانی افراد دارای معلولیت رو. بله. هم به این افراد، هم به خانواده هاشون، هم به دست اندر کاران این حوزه از سیاست گذاری تا اجرا، هم کسانی که در حوزه پیشگیری از معلولیت ها تلاش میکنن. بله. همکاران خوب ما در شهرداری، بهزیستی، وزارت بهداشت، سازمان های غیر دولتی و همه سازمان های مرتبط و هم در واقع کسانی که در عرصه رسانه تو این حوزه دارن فعالیت میکنن. خب استعزار دارید خانم آدابی که هر سال سازمان جهانی بهداشت توی این روز شعاری رو انتخاب میکنه. برای امسال هم در واقع شعار ساختن دنیای بهتره پس از کرونا برای افراد دارای معلولیت رو در واقع انتخاب کردن که حالا توی تبلیغاتی که امسال انجام شد فراگیری و پایداری و در دسترس بودن خدمات و هم به نوعی تصریح کردن که من فکر میکنم اگر همین سه مؤلفه رو داشته باشیم، گرچه ما هنوز در دوران کرونا هستیم و در دوران تا پسا کرونا که نمیدونیم کی هست، در واقع شاید خیلی زود باشه، گرچه نگاه با آینده خیلی خیلی خوب هست. من خانم آدابی اگر اجازه بدید اینجوری شروع بکنیم که وقتی بحرانی مثل کرونا یا سیل یا زلزله اتفاق میفته، در تمام دنیا بعضی افراد دارای شرایط خاصتری هستند. همینطوره. این شرایط خاصشون هم ایجاب میکنه که در واقع توجه بیشتری به این افراد و گروه ها بشه. بله. از جمله این افراد کسانی هستن که دارای معلولیت ها هستن. حالا بستگی به شدت معلولیت طبیعتا نوع نیازها، مشکلات و انتظاراتشون میتونه متفاوت باشه، ولی آنچه که مهمه اینه که
این گروه از افراد باید مورد توجه ویژه تر قرار بگیرن. گرچه من فکر میکنم علی‌رغم همه تلاش هایی که تو این چندین سال انجام شد که من با عنوان یک مددکار اجتماعی و رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران سپاسگزاری میکنم از همه تلاش های انجام شده، اما واقعیت اینه که علی‌رغم همه این تمهیدات همچنان خدمات ما فراگیر نیست، همچنان خدمات ما پایدار نیست، همچنان خدمات ما در دسترس نیست. یعنی این سه مؤلفه که زیر این شعار در واقع ایران منتشر کردن این سه ویژگی رو نداره و این به دوران کرونا هم بر نمیگرده. ما از قبل از دوران کرونا هم در واقع شاخص‌های رفاه و سلامت اجتماعی در جامعه دارای معلولیت خیلی حال و روز خوبی نداشت. من فقط یک عدد رو بگم بعد دیگه الان خواستید به شکل دیگه ادامه بدیم. ما الان تقریبا طبق اعلانی که مسئولین بهزیستی کردن بین 200 تا 600 هزار تومان کمک هزینه در واقع در قالب مستمری پرداخت میشه از خانواده یک نفره تا پنج نفره و بیشتر، از 200 تا 600 هزار تومان. در جالبه که خود بهزیستی اعلان کرده که یک بیمار زایع نخایی که ما بین 200 تا 600 هزار تومان داریم میدیم، بله، در واقع 3.5 میلیون تومان هزینه سرانه ماهیانه هزینه های این افراده، یعنی تقریبا چیزی نزدیک بیش از 5-6 برابره. بله. آنچه که برای خانواده 5 نفره و بیشتر در واقع داریم پرداخت میکنیم. خب طبیعتا اینی هست آقای دکتر. بله، این تازه بخشی از این هزینه هاست. من معتقدم که هزینه یک بیمار زایع نخایی به مراتب بیش از این ارقام خواهد بود. بله. با این توضیح که علی رغمی که ما قانون داریم یک بار در سال 93، یک بار دیگه هم در سال در واقع 96 در مصوب مجلس شده و در اردیبهشت ماه توسط رئیس جمهور، اردیبهشت 8/2/97 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و الان دو ساله که بودجه ما تقریبا بر همین مبنا داره نوشته میشه، ولی واقعیت اینه که نتونستیم نیازهای این خانواده ها رو به نوعی بهشون بپردازیم به گونه ای که نیاز به جاهای دیگه نداشته باشن. من یک عدد دیگر رو هم بگم که بعدا فکر میکنم لازمه راجع به این مباحث صحبت بشه، چون این مناسبت های بهونه است برای سپاسگزاری و اعلان گزارش عملکرد، اما یه فرصتی هم هست برای نقد و مطالبه گری توی این حوزه. من چند روز قبل یک مصاحبه رو در واقع مسئولین بهزیستی داشتن که تقریبا خانواده ها در یکی دو سال اخیر، بله، امسال 35% کسانی که در 6 ماه اول پذیرش شده بودن با حکم قضایی توسط خانواده ها رفتن حکم قضایی گرفتن که افرادی داره معلولیت رو به بهزیستی تحویل بدن. امسال فکر میکنم حدود 35% بود، سال گذشته حدود 31.2% بود. این پیام خوبی نیست. بله، متاسفم. این دقیقا نشون میده که کرونا به نوعی شرایط رو فراهم کرده که خانواده ها دیگه علاقمند به نگهداری از بچه هاشون و اعضای دارای معلولیتشون در درون خانواده ها نیستن. بله. خب هزینه هم که بالا میره به مراتب فشار روی خانواده ها بیشتر میشه که در دوران کرونا طبیعتا این فشار بر همه خانواده ها، نه فقط افراد دارای معلولیت، بر همه بیشتر شد. اما این گروه ها به دلیل بالا بودن هزینه ها و نامناسب بودن میزان رشد
در واقع میزان مستمری سالیانه با تورم طبیعتا فشار و مشکلات رو برای اعضای خانواده بیشتر کرد. آقای دکتر چلک، خیلی نکات ارزشمندی رو فرمودید. حالا ما در این وبینار سعی میکنیم که بیشتر در این زمینه و ریزتر با شما صحبت کنیم. همونطور که من هم ابتدای صحبتم عرض کردم و شما هم فرمودید، نبود زیرساخت های شهری همیشه مشکلاتی رو برای معلولان ایجاد کرده و الان در دوران کرونا این مشکلات خب به مراتب بیشتر شده. و یه نکته خیلی مهم، ما سه تا پروتکل داریم، سه تا شیوه‌نامه بهداشتی داریم که توصیه می‌کنیم به همه افراد جامعه، یعنی رعایت فاصله اجتماعی اندازه 1.5 تا 2 متر، استفاده از ماسک و همچنین شستشوی مرتب دست‌ها. اما در معلولان جسمی حرکتی یا معلولان نابینا که نیاز به کمک کسی دیگری دارند، این رعایت فاصله اجتماعی واقعا یک مشکل عدیده براشون ایجاد کرده و افراد تمایلی ندارن به کمک به این افراد، چرا که خودشون هم آسیب میبینن و مبتلا به کرونا میشن. این یک مسئله بسیار کوچک هست که اگر ما روی همین تمرکز کنیم میتونیم متوجه بشیم که چقدر مشکل معلولان در این زمان کرونا و دوران همگیری کووید 19 بیشتر شده. من کاملا موافقم خانم آدادی. این توضیح رو هم بدم که واقعا رعایت این پروتکل‌های بهداشتی برای همه این افراد به دلیل ویژگی‌هایی که دارن ممکنه در واقع قابل تحقق نباشه، گرچه در مراکز انصافا خیلی تلاش شد که بتونن اون خدمات اولیه رو بدن. به همین دلیل میزان مرگ و میر توی مراکز در شرایط کرونا برای این افراد در واقع کمتر شد، کم بود و این یک موفقیت برای کشورمون. خب طبیعتا تمهیداتی که در مراکز دولتی و غیر دولتی اتخاذ شد، حمایت هایی که روی جاهای دولت و گروه های دیگه انجام دادن، نهادهای عمومی غیر دولتی ورود پیدا کردن، تونسته اون نگرانی ها رو که در ابتدا ما داشتیم این نگرانی ها رو در واقع کمتر بکنه. اما این واقعیت رو هم قبول کنیم که تأمین اقلام بهداشتی برای همه خانواده ها آنگونه که اطمینان خاطر داشته باشن، واقعیت اینه که خیلی سخته. شما در صحبت هایی که هفته قبل مقام معظم رهبری با مسئولین داشتن، این که دو هفته قبل بود که از بحث گرانی ها میگفتن و حتی به موضوع پوشک اشاره کرده بودن، اتفاقا یکی از چالش هایی که ما در شروع کرونا داشتیم همین تامین پوشک برای مراکز توانبخشی و افراد دارای معلولیت بود که چقدر تبدیل به یک موزل در واقع شده بود که کشور هزینه های سرسام‌آوری که داشت. و همینطور سایر اقلام بهداشتی. این توضیح رو فکر میکنم ضروریه که بسیار از افرادی که داره معلولیت هستن متاسفانه خانواده هاشون هم از تمکن مالی و خودار نیستن. اونی که تمکن مالی داره خب خودش میتونه پوشش بده هزینه های مترتب بر این دوران کرونا رو علاوه بر هزینه های قبلی. اما این واقعیت رو هم باید قبول بکنیم که بسیاری از خانواده ها این رو ندارن و چون این رو ندارن طبیعتاً درسته عوارضش به سمت خانواده ها میاد و یه جایی نمیتونن دیگه اون مراقبت رو انجام بدن. من اینجا این توضیح رو بدم که ما امروز سالمندان تنهایی رو هم داریم که اصلا نمیدونیم کجا مستقرن، یک بانک اطلاعات مناسبی از محل استقرارشون نداریم. بعضی از این افراد در این حالی که هنوز نتونستیم این بانک رو تهیه کنیم، نه متاسفانه. حالا اونایی که تحت پوشش هستن ممکنه اطلاعاتی رو داشته باشیم، اما همه مباحث به این گروه ها بر نمیگرده. ما سالمندان تنها رو داریم، افراد بیماران روانی مزمن رو داریم، افراد دارای معلولیت رو داریم که علاوه بر این بیماری ها ممکنه بیماری های دیگه هم داشته باشن، بیماری های زمینه ای دیگه داشته باشن که اینها به مراتب توجه و حمایت بیشتری رو
میطلبه. من فکر میکنم ما اگر این سه مؤلفه فراگیری، جامعیت و دسترس بودن و پایداری رو در شعار امسال اضافه کردیم، من فکر میکنم در دوران کرونا و حتی قبل از کرونا هم دسترسی، اگر دسترسی رو به منزله دسترسی پذیری به محیط اجتماعی بدونیم، که من البته این تعریف رو خاص محیط اجتماعی نمی کنم، دسترسی به خدمات هم، ارزان بودن خدمات هم، به موقع بودن خدمات هم در واقع از اجزای مرتبط با دسترسی. واقعیت اینه که باید قبول کنیم که شهر ما شهر دوستدار افراد دارای معلولیت و سالمندان نیست، علارغم اینکه در دهه اخیر سعی شده که این توجه صورت بگیره. محیط های اجتماعی ما، عرصه‌های اجتماعی ما، عرصه‌های مناسبی برای حضور افراد دارای معلولیت نیست. ما اگر قانون رو در واقع مرور بکنیم، میبینیم در عرصه‌های مختلف قراره که به نوعی این مناسب سازی ها در واقع انجام بشه که خیلی جدی نگرفتیم. حتی سازمان های مرتبط، مثلا بحث حمل و نقل، من دقیقا از قانون دارم میخونم که هیچ چیزی خارج از این قانون نباشه و مطالبه گریمان در راستای این قانونه. بله. در واقع فصل اول قانون در بخش کلیات ماده 3.3 که در بحث حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فناوری و تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‌ای، اینها در واقع اون دسترسی پذیری رو هماهنگ میکنه. پس فقط محیط فیزیکی نیست. فکر میکنم این یک محدودیتی است که ما داریم. بله. و همین الان که بحث آموزش رو داریم، خانم آدابی این رو بگم بعد به فرمایش شما رو داشته باشیم، آموزش واقعا الان چنده؟ هنوز که من اطلاع دارم هنوز همه افراد داره معلولیت که از نظام آموزش قرار برخوردار بشن، دسترسی به این امکانات رو در واقع ندارن. لذا من دسترسی پذیری رو فقط خلاصه به محیط فیزیکی نمی کنم، که اون بخش خیلی خیلی مهمه. لذا من میگم این به اصطلاح این دسترسی وسیری رو در واقع با نگاه جامع در واقع ببینیم، که اون وقت فکر میکنم مطالبات ما و عیار اقدامات و تعمیداتی که اتخاذ کردیم بیشتر خودشون نشون خواهد. خیلی متشکرم آقای دکتر چلک، استفاده میکنیم. من خیلی نکات رو هم یادداشت کردم، انشاءالله دوستان ما هم در این وبینار مطالب مهمی رو دستگیرشون بشه و بتونن برداشت کنن. به سه تا نکته خیلی مهم آقای دکتر اشاره فرمودید: فراگیری، جامعیت و در دسترس بودن. من در مورد معلولان، به خاطر اینکه به هر حال دریافت خدمات برای معلولان در این ایام یه مقداری مشکل هست و خودشون هم کمتر میتونن بیرون از منزل برن به خاطر رعایت شیوه نامه های بهداشتی، درباره آموزش های مجازی و برخط هم میخوام شما صحبت بفرمایید. خیلی از معلولان ما سالمند نیستند. خیلی از معلولان ما معلولان جسمی حرکتی یا معلولان مادرزادی هستند که جوانن، نیروی فعال کشور هستند، دچار معلولیتن. این آموزش های برخط و مجازی چقدر میتونه بهشون کمک کنه؟ ببینید، ما در دوران کرونا در حوزه آموزش چاره ای جز آموزش برخط نداریم. بله. منتها اطمینان، ببینید نکته که الان دارم عرض میکنم نکته به نظر من کلیدی است، اطمینان از بهره‌مندی همه اینها از سامانه های آموزش نکته بسیار بسیار جدی است. من یعنی هنوز در واقع اطمینان دارم که تعداد قابل توجهی از افرادی که اداره معلولیت هستن امکان استفاده از آموزش‌های مجازی و با استفاده از گوشی و حالا تبلت و موضوعات مشابه ندارن، چون توان تأمین این گوشی‌های هوشمند
و گرون قیمت رو هم که باز متاسفانه هزینه زیادی رو برای همه خانواده از جمله خانواده این افراد بار کرده ندارن و وقتی این امکان وجود نداره طبیعتا نمیتونن از این ظرفیت استفاده بکنن، با این توضیح که همه آموزش ها الزاماً در سامانه شاد نیست، همه اینها در روزه در واقع رسانه یا مدرسه تلویزیونی نیست، تکالیفی که معلم ها میدن طبیعتا تفاوت داره و سامانه ها و پلتفرم های مختلفی در واقع دارن استفاده میکنن، اما برای اینها هم اجتناب ناپذیره، متا یه مدت سخت تره. من فکر میکنم هم محتوا و هم نحوه آموزش درست برای این گروه از افراد باید خاص این گروه باشه که به نظر من خیلی مهمه، خیلی مهمه. و همینجا همراهی خانواده هم هست. این زمانی که این فرد میرفت توی مدرسه معلم بود، مربی بود، همکارا اونجا بودن، کمک میکردن. بله. حالا اگر خانواده اطلاعات درست نداشته باشن، نتونن از این نرم افزار استفاده بکنن، نتونن در انجام تکالیف، به این دانش آموزان داره معلولیت، به ویژه اونایی که توی ذهنی آموزش پذیر هستن همراهی بکنن، به مراتب روی کیفیت آموزش این افراد میتونه تأثیر خیلی منفی بذاره. درسته ما در دوران کرونا هستیم و شرایط سختی رو تجربه میکنیم، اما من فکر میکنم در این حال که به ظاهر آموزش برگزار میکنیم کیفیت آموزش هم مهمه، گرچه موضوع کیفیت آموزش فقط محدود به افراد دارای معلولیت یا آموزش پرورش استثنایی نمیشه، ولی اعتقاد من اینه که ما تو این حوزه فاصله داریم. یه بخشش این بود که آماده نبودیم، یعنی ما فکر میکردیم با یک ماه دو ماه با اومدن آفتاب تموم میشه، پارسال اینجوری میگفتن دیگه گرم بشه تموم میشه، ولی متوجه شدیم که نه، این قصه سر دراز داره همچنان و این واقعا مشکل روی کیفیت آموزش برای این گروه ها هست، چون خانواده هم نمیتونن همکاری بکنن. یه مقداری من فکر میکنم کار رو برای این گروه ها سخت‌تر میکنه، شاید بازنگری شیوه آموزش و جذاب کردن شیوه آموزش، ساده سازی آموزش ها برای این افراد اجتناب ناپذیر باشه توی این شرایط. آقای دکتر موسوی چلک، یه مشکل دیگه هم این وسط هست، به غیر از اینکه این افراد به هر حال دسترسیشون کمتر شده یا حالا فرزندان معلولشون کمتر از این سیستم ها میتونن استفاده کنن، به خاطر نداشتن شغل مناسب یا به خاطر اینکه در ایام کرونا شغل خودشون رو از دست دادن به خاطر تعطیلی و قرنطینه، امید به فردا هم برای این افراد و این خانواده ها کمتر شده و همین مسئله میتونه زمینه افسردگی و ناامیدی رو در اونها به وجود بیاره و اون زمینه هم میتونه انتقال پیدا کنه به فرزندانشون. نکته خوبی اشاره کردید خانم آدابی. موضوع اشتغال معلولین همیشه چالش جدی کشور میده. بله. درست شد. بله. حتی قرار بود صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولین با طبق این قانون تشکیل بشه که تا به امروز حداقل من چیزی رو نشنیدم، امیدوارم که انجام شده باشه. بله. بعید میدونم که معمولا منتشر میشد. ما کاری نمیکنیم، کلی سر صدا میکنیم، وای بالا اینکه کاری بکنیم دیگه. بله. در واقع آسمون و ریسمون رو در واقع به هم میبافیم. ولی موضوع اشتغال معلولین موضوع مهمی است. دلیلش اینه که خب خیلی از کارفرماها در بخش خصوصی علاقمند به جذب این افراد نیستن. افراد مهارتایی رو که دارن ممکنه متناسب با نیاز روز جامعه کار و تولید در واقع نباشه. از اون بر کرونا هم که همینجوری ما حال حوزه صنعت و معدن و محیط کار ما خوب نبود، کرونا به شدت دامن زد به این موضوع و طبیعتا استمرار حمایت ها برای عزیزانی که
ما بگیم صنعتگرن، کارفرما هستن، توی اصناف دارن کار میکنن، این مدل شرایط رو سخت کرده. زمین این که هزینه های جبرانی هم برای این گونه کارفرماها و محیط های کار و تولید آنگونه که باید پیشبینی نشد. خب طبیعتا در چنین شرایطی یکی از گروه هایی که ممکنه در اولویت اول بیکاری یا اخراج قرار بگیرن یا تعلیق در واقع قرار بگیرن همین افرادی هستن که دارای معلولیت در واقع هستن. و با توجه به ادامه دار شدن این شرایط و از اون بر بالا رفتن هزینه های تولید و در واقع کاهش فروش کالا محصولات یا خدمات فرقی نمی کنه، لذا اون درآمدهای حداقلی بنگاه ها و محیط های کاری رو هم تحت شعاع خودش قرار داد، لذا این محیط ها هم خودش در یک شرایط سختی قرار دارن و طبیعتا شرایط برای افراد دارای معلولیت که شاغل بودن و از فرصت اشتغالی که داشتن برای تامین معاششون و اینکه در عرصه اجتماعی حضور داشته باشن در واقع محروم شدن. ضمن اینکه خانم آدابی متاسفانه ما امروز وقتی از اشتغال معلولین و بیکاریشون حرف میزنیم نیم نگاهی باید به خانواده این افراد هم داشته باشیم. ماندن این افراد در خانه در واقع شرایط رو برای اعضای خانواده سخت‌تر می‌کنه. ما از حمایت‌های روانی اجتماعی و اقتصادی اعضای خانواده هم نباید غافل بشیم، چون افرادی که مسئولیت پذیریشون به گونه‌ای هست که در قبال اعضای دارای معلولیتشون تحمل می‌کنن، تو خونه نگهداری می‌کنن، یک حمایت‌های ویژه‌تری رو لازم دارن. آماری که عرض کردم آمار معاون توانبخشی بهزیستی کشور بود که در 6 ماه اول 35% خانواده ها رفتن حکم قضایی گرفتن که این افراد به جای اینکه در خونه نگهداری بشن در واقع در مراکز نگهداری بشن. خب این شرایط سخت اقتصادی و معیشت نگرانی من رو، امیدوارم این نگرانی تحقق پیدا نکنه، نگرانی من رو تو این حوزه افزایش خواهد داد با اون رها کردن در واقع این افراد در خیانه که به نظر من دردآور و زجرآور خواهد بود که ما مجبور میشیم به دلیل ناکارآمدی نظام رفاه و تامین اجتماعی در شرایط بحران، گرچه من اعتقاد دارم اون 200 تا 600 هزار تومان در شرایط غیر کرونا هم عملا بسیاری از نیازها رو تامین نمی کرد و خانواده ها دچار مشکل بودن، اما در بحران ها به مراتب میزان آسیب پذیریشون بیشتر هم خواهد شد. آقای دکتر موسوی چلک، شاید به تعبیری بشه گفت که کرونا مشکلات معلولان رو کهنه‌تر و خاک خورده تر کرده و یکی از مشکلات بسیار عمده معلولان هم به جز مشکلاتی که شما برشمردید مسئله حمل و نقل اونها هست. این مسئله حمل و نقل هم میتونه خیلی مشکلات عدیده رو براشون ایجاد بکنه و افراد رو و معلولان رو در دوران همگیری کرونا و بیماری کووید 19 بیشتر خانه نشین کنه. برای حمل و نقل معلولان ما چه تمهیداتی رو اندیشیدیم؟ گرچه که حالا قبل از اون هم زیاد تمهیدات خاصی وجود نداشت، ولی الان چه مشکلاتی رو میتونه برای این افراد ایجاد بکنه؟ یه نکته دیگر رو هم راجع به خانم های باردار و معلول میخوام ازتون بپرسم که حالا بعد از پاسخ شما حتما مطرح میکنم. ببینید تو بحث حمل و نقل در تهران خوشبختانه شهرداری تمهیداتی اتخاذ کرده، نمیخوام بگم کافی است، بله، اما شهرداری تهران چند سالی است که در واقع این تمهیدات رو اتخاذ کرد، بله، حتی قبل از کرونا هم برای بچهای دانش آموز دارای معلولیت هزینه های ایام ذهابشون در واقع توسط شورای شهر در بودجه سالانه شهرداری ها پیشبینی میشه. بله. من میخوام بگم که بالای
99 درصد شهرداری های ما آماده انجام این وظیفه نیستن، زمین که در محیط های روستایی، محیط های محروم، محیط های کوهستانی، محلات ناکارآمد شهری، شهرهای کوچک، اصلا حمل و نقل افراد دارای معلولیت محلی از اعراب برای حوزه مدیریت شهری نداره. ما در واقع تهران حالا مینیبوس های طراحی شده، حالا سامانه های پیشبینی شده که میتونن از این حمایت استفاده بکنن، گرچه در دوران کرونا الان اگر فرد معلولی بخواد برای آزمایش بده در واقع دچار مشکل میشه، افراد دارای معلولیت با خانواده هاشون. اما در تهران بالاخره یک سامانه وجود داره که میتونه کمک بکنه به این افراد، گرچه به تناسب جمعیت افراد دارای معلولیت، توزیع پراکندگیشون، شهر تهران امکانات اولیه رو به صورت محدود داره، ولی جای دیگه تقریبا میتونیم بگیم حتی شهر خارج از شهر تهران عملا این سامانه ها فراگیر نشد. و این قفلتی است که این ما شعار دسترسی پذیری رو میدیم، در قانون دسترسی پذیری رو میاریم. من یادم خانم آزادی بزرگوار چند سال قبل برای برنامه ریزی تا 2012 معلولین، من نماینده ایران بودم، رفته بودم در واقع یک مجمع بین المللی، اون موقع من سازمان برنامه بودجه فعلی کار میکردم. 7 استراتژی وجود داشت که 3 استراتژیش به حضور معلولین در عرصه‌های افراد دارای معلولیت، چون الان دیگه کلمه معلول رو به کار نمیبرم، منم عادت کنیم که نبرم. بله. در واقع 7 استراتژی بود که 3 به حضور در عرصه‌های اجتماعی و محدود نبودنشون بود، که یکی از مؤلفه‌های تاثیرگذار دقیقا همین موضوع حمل و نقل بود. الان اگر یک فردی بخواد بره یه جایی به آژانس زنگ بزنه، آژانس ما که این گونه نیست، اگر کنار خیابون هم باشه مگر کسی ترحم کنه؟ درست شد؟ البته یک ایده هم واقعا بر اساس احساس مسئولیتشون این کارو میکنن که تعدادشون هم خیلی زیاد نیست، بذار این حقشونه. بله. این حق این افراده که برای حضور در عرصه‌های اجتماعی دولت ها و حاکمیت ها در جوامع مختلف این بستر رو فراهم کنن. حتی در شرایط عادی هم ما توان پاسخگویی نداشتیم، یا در واقع نوع تحلیلی که برداشتی که ما از دسترسی پذیری داریم بسیار ساده و بدیهی است. شما هم الان تو خیابون میرید مثلا میبینید جدول موزاییک زرد رنگ گذاشتن، میره میخورید به جوب. بله. مثلا هیچ نشانه وجود نداره، خط عابر داریم، انتهای خط عابر. من بارهاش من به این حوزه خیلی کار کردم به دلیل هم علاقم و هم حرفم و هم مطالبه‌گری که انجام میدادیم، آخر خط عابر میخوره به جوب. چرا راهنما رانندگی ما هیچ صدای مشخص فرد بدونه که چراغ زرد، چراغ سبز، چراغ قرمز. شما تو فروشگاه های بزرگ میرید، فروشگاه چون محیط اجتماعی دسترسی که فقط رمپ نیست، خیلی جام که رمپ زدیم آدم سالم نمیتونه بره. بله. و خیلی از سازمان هایی که در قانون تو این حوزه مسئولیت دارن، بله، خودشون هم مناسب سازی رو انجام ندادن. بذار یکی از چالش های ماندن این افراد در خانه، نه فقط در بحران، دقیقا همین دسترسی پذیری و نامناسب دیدن محیط های عمومی است. من این رو بگم بعد فرمایش شما رو داشته باشم. یه جای من داشتم رد می شدم، دیدم جدول زرد گذاشتن، خیلی خوشحال شده بودم. بعد یه جای رفتم دو زدم اون مسیر رو، منطقه توی منطقه بهارستان بود، بعد دیدم میله گذاشتن. گفتم این میله برای چیه؟ گفت موتور رد میشه. گفتم خب کسی که با ویلچر بخواد از اینجا رد بشه که نمیتونه رد بشه. بله. باشد. جدول رو گذاشتن، میخوریم به در واقع خط عابر، منتها این جدول فاصله داره از هم سطح نیست. من ایرلند رفته بودم، سوئد رفته بودم، کشورهای که حالا میرفتم برام جالب بود، دانمارک رفته بودم،
اصلا شما هیچ محدودیتی برای اینکه بتونید با ویلچر با عصا حرکت بکنید واقعا وجود نداشت. به طور مستقل راه‌های شهریشون آقای دکتر مناسب کردن براشون مهمه. ببینید هر کاری انجام میدن همه افراد رو میبینن. شما در فروشگاه بزرگ که میرید قسمت اطلاعاتش مثلا علامت گوش داره، درست شد که علامت ناشنوا هاست، اونجا رابطه وجود داره که میتونه به شما راهنمایی بکنه. درست شد؟ بله. من تایلند توی پارکی رفته بودم توی بانکوک، وارد پارک میشدی نقشه پارک به صورت خط بریل بود، نقشه پارک ها هر فردی که میومد در هر جا میخواست بره، بوفه میخواست بره، سرویس میخواست بره، ورزش میخواست بکنه، خواست بشینه، آب نیاز داشت، همه چیز در واقع خودش بود. بعضی جا هم گویا گذاشتن. بله. یعنی فرد اگر میاد اگر معلولیت بینایی داره در واقع این امکان براشون فراهم است. خب من ایرلند برام جالب بود، زمان که خط عابر میرسیدید این ستونی که برای چهارراه‌ها روش بود پایین هم بود، دکمه هایی که برای افراد داره معلولیت گذاشته بودن کاملا روی ویلچر که می نشست می تونست بهش دسترسی داشته باشه، نه که مجبور شه بپره. شما سرویس بهداشتی عمومی میرید، هتل عمومی، مسجد، مسجد بین‌راهی میرید، ببینید که مثلا 20 پله داره، پارک میرید سرویس عمومی هم نوشته 20 پله داره، بعد میرید میبینید که سرویس بهداشتی فرنگی که مناسب این افراد باشه نداره. بله. من دانمارک که مؤسسه رفته بودم واقعا تعجب کرده بودم، دارم عکساش رو، گفتگوی حقوق بشری بود بین ایران دانمارک، وزیر معلولیت رو در واقع من از طرف دولت رفته بودم. خانم آدابی دوستان عزیز توی یک مؤسسه 12-9 سرویس بهداشتی داشت. 12-9 12-9 و اتومات هم بود، همه چیز هوشمند بود که اگر فردی دست راستش مشکل داره یا دست چپش مشکل داره یا پاش مشکل داره و یک سری بهداشتی بود، میگفتن که این برای دو تا از افرادیه که ممکنه سالانه اینجا مراجعه بکنن. ما تو سازمانه هایی که مسئولیت دارن در حوزه مناسب سازی، درست شد؟ ما تقریبا 4% محیط های عمومی دستگاه های اجرایی ما مناسب سازی شدن. بله. 4% یعنی هیچ دیگه، درست شد؟ بله. بانک میرید، حتی الان بانک ها که بازسازی میکنن درست کردن، برای اینکه فرد بخواد بنویسه یک میزی رو در واقع دو تا سطح داره که فرد میتونه خودش بنویسه. توجه بیشتر شد در جشنواره شهید رجایی، شاخص مناسب سازی دستگاه اجرایی به عنوان شاخص ارزیابی اومده، 30-40 امتیاز براش گذاشتن، حساسیت بیشتر شد. ولی واقعا تا دسترس پذیر کردن محیط و همه اون مؤلفه‌هایی که در قانون اومد، من هیچ چیزی دیگر رو نمیگم، فقط اون آنچه که در قانونی که تقریبا کمتر از 2 سال ابلاغ شد و تصویب شد اومده، فاصله ما بین زمین تا آسمانه. خودمون رو گول نزنیم، چند تا کار کردیم، چند تا حتی جدولی که میذاریم، موزاییکی که میذاریم باز درست نیست، درست شد؟ بله. یه جا موزاییک تیره میذاریم، یه جا کف موزاییک باید بگونه ای باشه که فرد خودش تشخیص بده کجا داره به جدول میخوره، کجا داره در واقع باید وایسه، کجا به مانع برخورد میکنه. اینا همه تعیین کننده است دیگه. بله. فکر میکنیم فقط رنگ زرد باشه درسته، درست شد؟ بله. چرا؟ چون اطلاعات ما راجع به مناسب سازی مناسب نیست. سید بهداشتی میرید، من یه روز با ویلچر زندگی کردم خانم آدمی، تو تایلند که رفته بودم یک روز کامل تو ویلچر نشسته بودم. خیلی نکته شما به عنوان یکی از اعضایی که سالهاست در خدمت معلولین هستین و الان هم رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هستین، در حقیقت آقای دکتر داریم با کفش معلولین راه میرین. اگه مسئولان ما با کفش معلولین راه برن، با ویلچر معلولین راه برن، با عینکی که تاریک هست و در حکم یک نابینا در شهر قدم بزنن،
در حکم یک ناشنوا وارد یک سوپرمارکت و یا مؤسسه خدماتی بشن، اون وقت میتونن حال معلولین رو درک کنن. شاید توی دانمارک شما اشاره فرمودید که در یک مؤسسه وارد شدید که 12 نوع سرویس بهداشتی داشت، مسئولانی که در اون مؤسسه بودند با پا و عینک و گوش معلولین وارد شدن و در ساخت اون مؤسسه کار کردند. خیلی از سوالات رو هم دوستانی که همراه ما هستن در این وبینار امروز مطرح کردن، از جمله خانم اشرف کریمی که پیشنهادشون این بوده که اگه خانواده ها حمایت کنن مشکل معلولان حل میشه. خانم معصومه عبدی از شورای جهاندیدگان همراه ما هستند. خانم مریم رضایی که دبیر یکی از انجمنهای سالمندان هستند با ما همراهند و یک سوال هم از شما پرسیدن، گفتن مجوز طرح ترافیک چرا به خانواده های معلولین داده نمیشه تا معلولین بتونن هم خودشون و هم خانواده هاشون در شهر به راحتی تردد کنن، یه مقداری از مشکلات و بار زندگیشون کمتر بشه؟ در واقع الان من در مقام پاسخگویی نیستم چون نه. یکی از مؤلفه های من فکر میکنم این رو به حوزه مدیریت شهری و حوزه ترافیک، این حق افراد داره معلولیت برای دسترس پذیر یکیش اینه دیگه، درست شد؟ بله. اینجا اگر تبعیض که من اعتقاد ندارم تبعیض مثبت، درست شد؟ بله. من فکر میکنم باید این حمایت ها رو در واقع از این خانواده ها در واقع انجام بدن. در این همون جوری که افراد که پلاک معلولیت در واقع با اون آرم مشخص میگیرن از یک سری امتیازاتی برخوردار میشن، برای خانواده ها حالا ممکنه این نگرانی وجود داشته باشه که خانواده ها این امتیاز رو میگیرن ولی عملا خدمتی به اون افراد فرار معلولیت داده نمیشه، ممکنه نگرانی داشته باشن، ولی من فکر میکنم حتی اگر بعضی از خانواده ها هم از این امکانی که فراهم میشه به شکلهای دیگه استفاده بکنن، اما این حق دسترسی پذیری رو میتونه برای این افراد حضور در مجامع عرصه‌های اجتماعی، دریافت خدمات، مراقبت از این افراد در واقع فراهم بکنه. اتفاقا این موضوعی که خود حوزه مدیریت شهری اداره کل سلامت میتونه از مجموعه معاونت زیرفت شهرداری در واقع پیگیری بکنه و دغدغه درست است. یک نکته دیگر وجود داره و اون اینه که به هر حال بعضی از معلولیت های ما، آقای دکتر موسوی چلک، معلولیت های مادرزادی هست، یعنی فرزندانی که نابینا، ناشنوا یا با معلولیت جسمی به دنیا میان. به نظر شما انجام تست های غربالگری روتین برای خانم های باردار، افرادی که به هر حال در خانواده خودشون معلولی دارن، چقدر میتونه در کاهش تولد های افراد معلول و بچه های معلول موثر باشه؟ ببینید خانم آداری، دوستان عزیز، انجام مشاوره های ژنتیک قبل از ازدواج الان طبق قانون برنامه ششم اجباری شد. این اتفاق خوبه، حتی اگر خانواده های به دلیلی هزینه ها رو نداشته باشن سازوکار تامین منابع مالی پیش بینی شد. اما اگر کسانی الان مخاطب ما هستن که در واقع الان در واقع میخوان باردار بشن، نه فقط کسانی که بچه معلول داشته باشن، من همه انجام این نوع مشاوره ها که میگن 30% در واقع معلولیت ها بر اساس مسائل ژنتیکی است، اگر این اتفاق بیفته میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. ضمن این که در مشاوره های بارداری الزاماً ممکنه مسائل ژنتیکی نباشه، مراقبت هایی که در دوران بارداری لازم انجام بشه و رعایت بکنن، اونها هم میتونه مانع تولد نوزاد دارای معلولیت بشه. من یادم یه بار رفته بودم یک از استانها، خانواده رو 3 تا فرد دارای معلولیت اونجا زندگی میکردن، اونجا مسئول مجتمع از من میخواست که کمک کنیم که پول بیشتری به اونها داده بشه. خانواده های اینجا خیلی هاشون چند معلولیتی هستن، سوال کردم که خب اینا رو برای مشاوره ژنتیک میفرستی؟ گفت نمیرن. یا شما بجایی که دنبال این باشید که پول بیشتری بگیرید به خانواده ها بدید،
تمرکز ما رو روی این بذاریم که در واقع برای بارداری بعدی خانواده ها حتما مشاوره ژنتیک انجام بشه و این مشاوره ها نظر من خیلی خیلی میتونه کمک بکنه، به ویژه با پیشرفت هایی که هم در علم ژنتیک و هم علوم مرتبط با حوزه پیشگیری از معلولیت های ناشی از دوران بارداری یعنی نوزادی در واقع هست، من فکر میکنم میشه جلوی این معلولیت ها رو گرفت. و با توجه به اینکه دولت مکلف شد برای انجام مشاوره های ژنتیک از افرادی که به هر دلیلی تمکن مالی ندارن حتی اون آزمایش های گرون قیمتشون حمایت بکنه، هم تشویق مردم مهمه، هم مردم خودشون داوطلب شن برای انجام این نوع آزمایش ها. من فکر میکنم این بخشی از مسئولیت پذیری ما در قبال جامعه‌ای که درش زندگی میکنیم هست، ضمن این که تمهیداتی که در واقع پیشبینی شد در قانون برنامه ششم گامی برای تحقق عملی و عینی حقوق شهروندی است. درسته. همه اینها میتونه بار مالی دولت رو بعد از تولد افرادی داره معلولیت در هزینه هایی که مترتب میشه گاهی مواقع تا زمان حیاتشون باید این هزینه ها توسط دولت یا خانواده ها تامین بشه رو کاهش خواهد داد. آقای دکتر سوالاتی هم دوستانمون مطرح کردن، دوستانی که الان در این وبینار با ما همراهند. آقای میثم حاجی نمکی که از جنوب کرمان همراه ما هستن گفتن که در شهرستان ها ما چطور میتونیم از تجربیات شما در تهران و کلان شهری مثل تهران هستین استفاده کنیم، و گفتن که ما اصلا با تعداد زیادی جمعیت هیچ نهاد و یا سازمان مردم نهادی در این زمینه نداریم. این یه سوال. خانم غزالی هم گفتن بحث بیمه درمانی کودکان معلول بر عهده چه سازمانی هست، و یکی از دوستان هم گله‌ای مطرح کردن گفتن که تشکر میکنیم از آقای دکتر موسوی چلک، اما با توجه به این مسئله که ما حتی نمیتونیم کنترل کنیم که سر کوچه ماشینی پارک نشه، که وقتی ما میخواییم معلولی رو وارد کوچه کنیم با ماشین دم در خونه پیاده کنیم تا مشکلاتش کمتر باشه، معلوم نیست که واقعا بقیه مشکلات چطور میتونیم مدیریت کنیم. بالاخره مشکلات خانم آرابی هست. در مورد اون سوال اول که دوستمون از کرمان پرسید، به خدمت ایشون و همه دوستانی که بعداً به جمع اضافه شدن عرض سلام و ادب احترام دارم. ببینید تقریبا سازمان اصلی و متولی توی این حوزه بهزیستی است. بهزیستی در همه شهرها حضور داره، درست شد، از تجارب بهزیستی میتونن استفاده بکنن. انجمن عالی مراکز توانبخشی هست، انجمنهای مربوط به افراد داره معلولیت، انجمن ناشنوایان، نابینایان، انجمن حمایت از حقوق کودک و تشکلها و شبکه‌های مختلفی در واقع خوشبختانه در ایران در حوزه معلولیت دارن فعالیت میکنن، میتونن از اون تجارب استفاده بکنن، هیچ محدودیتی وجود نداره. انجمن عالی مرکز توانبخشی فکر میکنم سایت دارن، دوستان میتونن مراجعه بکنن، شبکه‌های مجازی حضور دارن، میتونن از تجارب اونها در واقع استفاده بکنن. در حوزه حمل و نقل من فکر میکنم شهرداری تهران خیلی جلوتر از جای دیگه است، تجربه شهرداری تهران رو در واقع میتونن بگیرن. اینکه در حوزه پارک مشکل داره، بالاخره موضوع فرهنگی عمومی است، طبیعتاً همه حوزه ها رو در بر میگیره و افرادی که داره معلولیت هستن به نوعی تحت تاثیر این عدم توجه و عدم رعایت احترام به قانونی که جلوی در پارک نکنیم. بله. حتی جایی که پارکینگ ویژه افرادی داره معلولیت هست توقف نکنیم. بله. تابلو برای همین پیش بینی شد دیگه، اینجا ویژه افراد داره معلولیت، اینا یه بخشش به احترام به حقوق شهروندی است که ما باید تو خودمون نهادینه بکنیم. منم موافقم که نه فقط برای افراد داره معلولیت، برای سایه حوزه ها هم به نوعی پای مشکل رو دار. آقای دکتر بحث بیمه کودکان معلول رو هم بفرمایید بر عهده چه سازمانی؟ بحث بیمه طبق قانون
سازمان بیمه سلامت مسئولیت بیمه همه افراد دارای معلولیت رو داره. من فکر میکنم فصل وزارت بهداشت ماده 6 قانون حقوق معلولان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش رو به گونه‌ای تامین بکنه که علاوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت رو هم علاوه بر درمان پوشش بده. این عین متن در واقع قانون. چند روز پیش هم تفاهم‌نامه بین بهزیستی و بیمه سلامت نوشته شد. البته من کارکرد تفاهم‌نامه رو زمانی که قانون تصریح کرده نمیدونم. یعنی تفاهم‌نامه یعنی که الان خیلی خدمات توانبخشی مشمولش نمیشد. خدمات پایه رو انجام میدن چندین سالی که در واقع انجام میشه. از طریق سازمان بهزیستی و بیمه سلامت میتونن در واقع دوستان پیگیری بکنن. درسته. آقای داریوش گل، یه بخشش هم اینه که خانم آدابی، مردم خیلی از افراد داره معلولیت، خیلی از سازمانهای مسئول و مرتبط این قوانین رو نمیشناسن. ما هند رفته بودیم، یه مؤسسه بود کارش توز کودکان کار خیابان کار میکرد خانم آدابی. کل کار مؤسسه این بود که قوانینی که تصویب میشد چه ایالتی که قوانین ملیشون رو میگرفت و برای مسئولین و سازمان مختلف مجدد ارسال. کل کار مؤسسه یادآوری قانون بود. بله. که به نوعی مطالبه گری هم بود. من زمانی که اشراف نسبت به قوانین و حقوق هم نداشته باشم طبیعتا مطالبه گری هم نمی کنم. نکته بعدی هم سازمان های مرتبط هستن که از مطالبه گری سازمان های غیر دولتی، نخبگان، انجمن ها و مردم خیلی خرسند نیستند. یعنی سازمان ها به دلیل عدم ایفای وظایفشون در قبال افراد معلولیت که در قانون هم اومده، وقتی مطالبه گری انجام میشه، این مطالبه گری در نهایت ممکنه منجر به محرومیت ها و محدودیت هایی برای این افراد و سازمان ها بشه و این نشون میده که هنوز سازمان های ارائه کننده خدمات خودشون برای ایفای وظایفشون در قبال حقوق شهروندانشون هنوز اون آمادگی و اون بلوغ رو آنگونه که باید ندارم. من چند وقت پیش یکی از مؤسسات بزرگ بهم زنگ زد و من چیکار کنم، مجوز رو از اینجا بگیرم یا برم جای دیگه بگیرم؟ توصیه کردم اینجا بگیر. گفت وقتی نقد میکنید گرفتار میشید، باید اجازه بدید، چون مطالبه گریه ها پاسخگویی رو بیشتر میکنه، مطالبه گری ها تحقق حقوق افراد داره معلولیت رو بیشتر میکنه. و اتفاقا سازمان های هوشمند و مدیران هوشمند و کارآمد و مسئولیت پذیر از مطالبه گری و شفافیت نه تنها نمی هراسند که باید زمینه رو بیشتر و بیشتر و بیشتر و بهتر برای مطالبه گری حقوق افراد داره معلولیت فراهم بکنه. آقای دکتر، مرجان مرتضوی نقش صدا و سیما رو خیلی بارز دونسته. حالا من همچون برحال عضو کوچکی هستم از صدا و سیما و سالها در این حوزه فعالیت کردم. به نظر من که نظر درستی هست و ما به عنوان یک ارگان بسیار مسئول و اطلاع رسان در این زمینه میتونیم اطلاع رسانی های بجا و دقیق و موثقی رو انجام بدیم. آقای داریوش گلعلی‌زاده هم گفتن که دغدغه هایی که در این زمینه وجود داره واقعا باید به منصه ظهور گذاشته بشه و ما سعی میکنیم که در این زمینه فرهنگ سازی کنیم. نقش فرهنگ سازی رو آقای گلعلی زاده خیلی بارز دونستم. با توجه به صورت مرحوم تزوی هم فکر میکنم این دو با هم هماهنگ باشه، یعنی نقش فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما با هم در یک راستاست. من به هر دو بزرگوار عرض سلام دارم. اتفاقا خانم آدابی، در ماده 20 و 21 قانون حقوق معلولان دقیقا تاکید شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما
شهرداری ها و سایر سازمان ها و نهادهای دارنده سالن نمایش فیلم مکلفند بدون اخص هزینه امکان نمایش آگاهی یا تیزرهای آموزشی رو منتشر بکنن. باز در ماده 21 صدا و سیما مکلف شده 5 ساعت از برنامه خودش رو به صورت رایگان در هفته برای این موضوع، هم برای بهزیستی و هم برای سازمان‌های مردم نهاد با هدف آشنایی مردم با حقوق معلولین، توانمندی‌هاشون و مشکلاتشون اختصاص بده، رابطه ناشنوایان توی برنامه داشته باشه. گرچه در مورد رابطه ناشنوایان چند سالی است که ما می‌بینیم در اخبار و برنامه‌های مهم این موضوع انجام میشه، اما آنچه که در قانون اومد تا اجراش مثل خیلی از مفاد دیگه این قانون که فقط روی کاغذ نوشته شده فاصله داره و دغدغه عدد بزرگوار دغدغه کاملا درست است. من اعتقاد من اینه که برای فرهنگسازی از تمام ظرفیت ها فقط محدود به صدا و سیما و ارشاد نشیم، تمام ظرفیت ها باید بتونه در راستای هم آموزش حقوق معلولین، هم پیشگیری از معلولیت ها، هم اقداماتی که انجام میشه و هم مطالبه گری و شفافیت، همه این 4-5 بخش رو در واقع باید پوشش بده اطلاع رسانی و ظرفیت های فرهنگی عام ما توی جامعه. ضمن اینکه مدیریت های شهری هم ظرفیت های دارن که میتونه کمک بکنه. همکاران منطقه 15 شهرداری تهران که متولی برگزاری این وبینار بودن هم فضای مجازی رو و اطلاع رسانی از طریق فضای مجازی رو خیلی مهم دونستن. حالا ضمن این که من از این همکاران تشکر میکنم و ضمن این که از این که دعوت ما رو شما قبول کردید به عنوان رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران و در این وبینار شرکت کردید، نظر شما رو هم بدونم. برای من افتخاریست. مجازی میتونه کمک کننده باشه؟ قطعا عرض کردم همه ظرفیت ها درست شد. بله. وقتی میگیم ظرفیت ها، امروز فضای مجازی ظرفیت 10 سال قبل شاید نبود، شاید 5 سال بعد این فضاهای ارتباطی مردم در واقع تغییر بکنه، لذا همه ظرفیت ها باید در راستای اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، مطالبه گری، شفافیت در واقع مورد استفاده قرار بگیره و به کار گرفته بشه. دانشگاه های ما، مدارس ما، من یادمه در واقع یکی از کارهایی که در واقع انجام می شد در هند خیلی جالب بود، اردوهای تلفیقی می زاشتن. یعنی افراد دارای معلولیت دانش آموز بودن با دانش آموزهایی که معلولیت نداشتن، می رفتن اردو، گاهی مواقع یک روزه بود، گاهی مواقع چند روزه بود، گاهی مواقع با خانواده می رفتن. یعنی خانواده هایی که فرد معلول رو نداشتن و خانواده هایی که فرد معلول رو داشتن با هم می رفتن و اونجا چادری که می زدن چادرشون مشترک بود، یعنی تو یک چادر مشترک با هم زندگی می کردن. من می خواهم بگم همه ظرفیت ها رو باید به کار گرفت. بله. تا جامعه نباد نگاه ترحم، نباد نگاه لطف، بلکه با نگاه وظیفه مداری و مسئولیت پذیری در قبال این افراد باید مسیر و جامعه رو برای حضورشون فراهم کرد و اگر در واقع کاری برای این افراد انجام میشه، این رو به منظره لطف نذاریم، این حق معلولان هست. ما ضمن این که خانم آدابی کنوانسیون جهانی حقوق معلولان رو هم پذیرفتیم و در قبال جامعه جهانی هم نسبت به حقوق افراد داره معلولیت وظایفی رو داریم که هر چند سال یک بار باید بریم پاسخ بدیم، که اولین بار فکر میکنم 2-3 سال قبل بود رفتیم گزارش رو بدیم. خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی چلک، زمان وبینار ما تموم شده، 1 ساعت بود، البته یه مقدارم بیشتر از 1 ساعت شد. خیلی متشکرم دعوت ما رو قبول کردین آقای دکتر. از همکاران در منطقه 15 شهرداری تهران هم خیلی متشکرم و همه دوستانی که امروز با ما همراه بودن، بازخوردهای مثبتی هم گرفتیم. من نظرات دوستان رو شنیدم، خیلی ممنونم، یعنی از طریق پیامک دیدم و ازتون ممنونم. و برمیگردیم به اون جمله اول شما آقای دکتر موسوی چلک، ساختن دنیای بهتر پس از کرونا برای افراد دارای معلولیت
شعار امسالی که WHO انتخاب کرده بود و انشاءالله که همه ما با هم در هر ارگانی که هستیم بتونیم فرهنگ سازی کنیم. روزتون بخیر. من هم از شما سپاسگزاری میکنم، از شهرداری منطقه 15 هم سپاسگزاری میکنم، همینطور اداره کل سلامت و دوستانی که همراه ما بودن. من برای من توفیقی بود که خدمت شما بودم و امروز که به بهانه روز جهانی معلولینه از ادب و ارادت بکنم به همه این عزیزان و دست اندرکاران این روزه. خدا نگهدارش. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خدا نگهدارش. خدا حافظ.